کتاب تلوس فصل چهارم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. دولت تلوس. آدم ما برخی از این اطلاعات را چنل کرده است، در حالی که بخشی دیگر از نوشته های شارولادوکس، یکی از اعضای جامعه تلوسیان که اکنون در سطح زندگی می کند، نیز آمده است. در تلوس دو شکل حکومت وجود دارد: پادشاه و ملکه تلوس، را و رانامو. استادان معراج هستند که جفت روحی یا همون توین فلیم نیز هستند. آنها حاکمان نهایی تلوس هستند که یکی از جنبه‌های حکومت آن را تشکیل می‌دهند. شکل دوم حکومت شورای محلی است که به آن شورای لموریایی نور تلوس می‌گویند. این شامل 12 استاد معراج یافته است که 6 مرد و 6 زن در شورا خدمت می کنند تا بین انرژی مردانه الهی و انرژی زنانه الهی تعادل برقرار کنند. 13 عضو کاهن اعظم تلوس که در این زمان آداماست به عنوان رهبر شورا انجام وظیفه می کند. او زمانی تصمیم نهایی را می گیرد که در تصمیمات شورا آرای مساوی وجود داشته باشد. اعضای شورا با توجه به سطح پیشرفت معنوی، صفات درونی، بلوغ و حوزه تخصصی انتخاب می شوند. وقتی یکی از اعضای شورا تصمیم می گیرد به سطح دیگری از خدمات برود، جای خالی آن به مردم ما اعلام می شود. کسانی که مایل به گرفتن کرسی در شورا هستند می توانند درخواست دهند. همه برنامه ها توسط شورا، اعضای کشیشان و پادشاه و ملکه تلوس به دقت مورد مطالعه قرار می گیرد. پادشاه و ملکه در انتخاب عضو شورا حرف آخر را می زنند. شهر تلوس. تلوس یک جامعه نسبتاً بزرگ است، تقریباً 1.5 میلیون نفر. ما به چندین لانه یا همان مجموعه تقسیم می شویم و همه ما دولت محلی مشترک داریم. آنچه که ما از شهر تلوس می خوانیم به 5 بخش چند مایلی تقسیم می شود که آن را به 5 سطح مختلف تقسیم می کنیم. سطح اول. بزرگترین درصد مردم ما در سطح اول در زیر گنبد زندگی می کنند. این مکان در جایی است که ساختمان‌های اداری و عمومی و چندین معابد در آن واقع شدند. در مرکز این سطح معبد اصلی ماست. نام معبد مارا یک ساختار هرمی شکل است. ساکنین اینجا 10,000 نفر هستند. کاهن این معبد به ملکی صدق اختصاص یافته است. هرم سفید است با یک سنگ روی آن به نام سنگ زنده که از سیاره ونوس به ما اهدا شده است. سطح دوم. این سطح مکانی است که تمام تولید برای مردم و شهر در آن اتفاق می افتد. چندین مدرسه برای کودکان و بزرگسالان در اینجا قرار دارد و بسیاری از مردم ما نیز در این سطح زندگی می کنند. سطح سوم. این سطح به باغ‌های هیدروپونیک ما اختصاص داده شده است. تمام غذای ما در حدود 7 هکتار زمین کشت می شود که رژیم غذایی جالب و سرگرم کننده و تنوع زیادی را ایجاد می کند. روش‌های باغبانی ما آنقدر مؤثر می باشند که تنها 7 جریب زمین تمام چیزی است که لازم است باشد. ما تنوع بسیار زیادی از غذاها را پرورش می دهیم و به 1.5 میلیون نفر غذا می دهیم و بدنهای قوی و سالم ایجاد می کنیم که پیر نمی شوند. من می خواهم شما آگاه باشید که ما غذا می خوریم. بله، ما به عنوان موجودات بعد پنجم مجبور نیستیم مانند شما غذا بخوریم. ما فقط در زمانی که بخواهیم غذا می خوریم و می توانیم به میل خود آنچه را که می خواهیم نشان دهیم. غذای ما به غلظت غذای شما نیست، اگرچه دارای جوهر، طعم، رنگ و شکل است. اما از نظر شما در بُعد سوم غذای اتری محسوب می شود.
باغ‌های هیدروپونیک ما قادر به تولید محصولات کشاورزی به طور مداوم هستند. با استفاده از فناوری پیشرفته هیدروپونیک می توانیم غذا را بسیار سریع‌تر رشد دهیم. ما از خاک به مقدار بسیار کم و آب زیاد و بدون مواد شیمیایی استفاده می کنیم. غذای ما کاملا ارگانیک است و بالاترین ارتعاش را دارد. شکل باغبانی ما نیازی به کود ندارد و خاک را خالی نمی کند. ما مواد معدنی عالی را به آب گیاهان اضافه می کنیم. محصولات ما نیز با نور عالی و انرژی و ارتعاشی عشقی تلوس تقویت و تسریع می شوند. این جادوی آگاهی بود پنج ماست که به زودی احتمالاً در این دهه یا اوائل دهه بعد آن را کشف خواهید کرد. سطح چهارم، این سطح شامل باغبانی هیدروپونیک، برخی از تولیدات و یک منطقه بزرگ برای طبیعت در یک محیط پارک مانند با دریاچه ها و فواره های کوچک است. سطح پنجم، این منطقه به طبیعت اختصاص دارد. درختان بلند و دریاچه هایی در فضای پارک مانند وجود دارد. این جایی است که ما همه حیوانات خود را نگه می داریم. در این سطح بسیاری از گیاهان و حیواناتی حفظ شدند که دیگر در سطح وجود ندارند. حیوانات ما گیاهخوار هستند و یکدیگر را نمی خورند. آنها در کنار هم در هماهنگی کامل زندگی می کنند، بدون ترس یا پرخاشگری نسبت به مردم یا یکدیگر. تلوس واقعا جایی است که شیر و بره در کنار هم دراز می کشند و با اطمینان کامل در کنار هم می خوابند. حمل و نقل در تلوس. ما چندین روش حمل و نقل در داخل شهر داریم، مانند پیاده روهای متحرک، آسانسورهای بین سطحی و سورتمه‌های الکترومغناطیسی شبیه ماشین‌های برفی. برای سفر بین شهرها ساکنان از تیوب استفاده می‌کنند، یک سیستم متروی الکترومغناطیسی که می‌تواند تا 3000 متر در ساعت سرعت بگیرد. ظاهر فیزیکی تلوسیان. سوال: آیا ظاهر شما با ما متفاوت است یا تفاوت زیادی دارد؟ در اصل ما یکسان به نظر می رسیم، اگرچه قدمان بلندتر و پهن‌تر است. ما هزاران سال است که ظاهر جوانی خود را حفظ کرده ایم و بین 20 تا 40 سالگی به عنوان انتخاب ظاهر می شویم. در جامعه ما هیچ کس علائم پیری را نشان نمی دهد و با گذشت زمان موهای ما سفید نمی شود. این ممکن است در ابتدا برای شما عجیب به نظر برسد، اما به سرعت به آن عادت خواهید کرد. ما می توانیم ظاهر خود را به راحتی به دلخواه تغییر دهیم. این محبت زندگی در بدنهای کمال یافته همراه با فیض عروج و آگاهی ابعادی است. وقتی با فردی 20,000 ساله آشنا می شوید، متوجه می شوید که اون نیز مانند دیگران جوان به نظر می رسد. از آنجایی که ما به وضعیت جاودانگی رسیده ایم، تا زمانی که خودمان انتخاب کنیم، زندگی خود را در بدن فعلی خود طولانی می کنیم. هنگامی که احساس می کنیم زمان آن فرا رسیده است که به خدمت دیگری یا به ابعاد بالاتری برویم، بدن خود را با خود به ماجراجویی تکاملی جدید می بریم. جشن تعطیلات. سوال: آیا تعطیلات در تلوس دارید و چگونه آنها را جشن می گیرید؟ من با گلهای زیبا از قلبم به شما سلام می کنم. بله، ما تعطیلات فوق‌العاده‌ای در تلوس داریم، با جشن‌های باشکوه و مفصلی که همه از جمله بچه‌ها در آن شرکت می‌کنند. اگرچه ما معمولاً همان تعطیلات شما را جشن نمی‌گیریم، اما زندگی خود را هر روز به عنوان جشنی مداوم از زندگی، عشق و قدردانی عمیق در قلب خود به خاطر زیبایی، فضل و لطفی که هر روز از آن برخورداریم می‌دانیم.
اگرچه دلایل زیادی برای جشن گرفتن داریم، جشن‌های اصلی ما 4 بار در سال با تغییر فصل در انقلاب و اعتدال برگزار می‌شود. در آن زمان هر شهر در شبکه آگارتا جشن‌های 3 روزه پیچیده‌ای را آغاز می‌کند. این جشن‌های بزرگ در سراسر شهرها برگزار می‌شود. دوستان و خانواده‌ها با هم شرکت می‌کنند و عشق زیادی به یکدیگر نشان می‌دهند. تعداد زیادی از مردم برای شرکت در جشن‌ها و دیدار با کسانی که دوستشان دارند به شهرهای مختلف سفر می‌کنند. در تلوس در این زمان‌ها جمعیت ما با بازدیدکنندگانی از سراسر زمین و بسیاری از ستارگان تقریباً 2 برابر می‌شود. این بازدید کنندگان اعضای خانواده کهکشانی ما و خانواده شما نیز هستند. در آینده نزدیک بسیاری از شما آگاهانه و ملموس با بسیاری از برادران و خواهران خود از ستاره ها ملاقات خواهید کرد. این برای شما شادمانی بسیاری را به ارمغان می آورد. همه ما جشن بزرگ عشق و یگانگی را با خالق خود، با زمین و با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم. ما می‌رقصیم، موسیقی می‌نوازیم، آواز می‌خوانیم و عشق و قدردانی خود را برای شادی که با هم تجربه می‌کنیم نشان می‌دهیم. قبل از هر جشنی همه ما در دکوراسیون شهر خود مشارکت می‌کنیم. کاری که با خلاقیت و زیبایی نفیس انجام می‌دهیم و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم. در طول سال ما چندین مناسبت دیگر داریم که برای آنها زمانی را برای جشن در نظر می‌گیریم. اگر دلایل خاصی برای جشن گرفتن نداشته باشیم، خودمان دلیل آن را ایجاد می‌کنیم. زندگی آنقدر سرشار از جادو و شگفتی است که همیشه دلیلی برای جشن گرفتن وجود دارد. ما همچنین عشق شما و افتتاحیه‌های شما را به میراث باستانی لموریایی جشن می‌گیریم. ما در قلب خود جشن‌های باشکوهی را برای اتحاد مجدد 2 تمدن آماده می‌کنیم که در واقع بزرگترین جشن‌ها را ایجاد خواهد کرد. ما در خانه‌های دایره‌ای شکل زندگی می‌کنیم. سوال: می‌شنویم که لموریان‌ها در خانه‌های دایره‌ای زندگی می‌کنند. می‌توانید آنها را توصیف کنید؟ زمانی ما مجبور بودیم با کمک معماران نقشه های فیزیکی واقعی و مسائل ساختمانی و ابزارهای مختلف مانند اره و چکش خانه های خود را به روشی که شما اکنون انجام می دهید بسازیم. اکنون که به موجودات چندبعدی تبدیل شده ایم، خانه های خود را با آشکار ساختن بسیاری از آنچه نیاز داریم با قدرت افکار، نیات و تمرکز پایدار خود ایجاد می کنیم. بله، ما خانه های خود را بر اساس اصول هندسه مقدس طراحی می کنیم. به همین دلیل اکثر خانه های ما به نوعی دایره شکل هستند و با خلاقیت و زیبایی بسیار طراحی شدند. مواد اولیه برای نمای بیرونی خانه های ما کریستال است. همیشه به خاطر داشته باشید که من از جایگاه بُعد 5 صحبت می کنم. شما باید تمام تلاش خود را بکنید تا سخنان من را از این منظر درک کنید. آنچه را که ما تلاش می‌کنیم به عنوان یک استاد برای شما توصیف کنیم، مشابهت دقیقی در بُعد شما ندارد. برخی از این توصیفات ممکن است برای شما از دیدگاه بُعد سومی منطقی نباشد. هر چیزی که ما داریم و خلق می‌کنیم، از جمله بدن‌هایمان برای ما بسیار فیزیکی به نظر می‌رسد. در واقع جسمانی بودن ما برای ما به همان اندازه واقعی است که جسم شما برای خود شما احساس می شود. جسم ما با نور زیادی آغشته شده است که بیشتر چگالی خود را از دست داده است و در حالت هوشیاری فعلی برای شما قابل مشاهده یا ملموس نخواهد بود. واقعیت ابعاد ما بسیار روان است و تقریبا همه ما می توانیم فوراً هر آنچه را که می خواهیم و نیاز داریم ایجاد کنیم. ما اکنون به این توانایی دست یافته ایم که خانه های خود را خیلی سریع و به هر شکلی که می خواهیم بسازیم و می توانیم هر زمان که بخواهیم تغییراتی را به سرعت ایجاد کنیم. کمی طول می کشد تا این را کاملا درک کنید و بتوانید همین کار را انجام دهید.
به زودی یادگیری کاربرد عملی این مفاهیم و شروع آزمایشات با آنها در ابتدا تحت نظارت ما و با کمک ما برای شما بسیار سرگرم کننده خواهد بود. وقتی آماده شدید، این یکی از چیزهایی است که ما مشتاقیم به شما بیاموزیم. خانه های ما از سنگ های کریستال مانندی ساخته شدند که نور زیادی از خود ساطع می کنند و بسیار زیبا هستند. سنگ ها دارای کدری کافی برای جلوگیری از نگاه کردن به داخل خانه ها هستند. به این ترتیب ما همیشه حریم خصوصی خود را حفظ می کنیم. با این حال، وقتی ما در داخل هستیم، منظره‌ای که به بیرون نگاه می کنیم کاملا واضح است. مانند خانه های شیشه‌ای شفاف که به ما امکان می دهد در همه زوایا و جهات بیرون را ببینیم. به همین دلیل است که احساس می کنیم در قصرهای کریستالی زندگی می کنیم. دید ما به بیرون هرگز توسط هیچ چیز مانع نمی شود و ما هرگز احساس نمی کنیم که توسط دیوارها محصور شده ایم. من می خواهم به زبان ساده توضیح دهم که چگونه شروع به ایجاد یک خانه دایره‌ای کوچک می کنیم. برای لذت بردن از آن من می خواهم به شما ایده بدهم که چگونه ادامه می دهیم. برای تکمیل خانه نیز از همین اصول استفاده می کنیم. شما می توانید از تخیل خود استفاده کنید تا این خانه را به دلخواه خود به پایان برسانید و شروع به رویا پردازی خانه خود کنید. همه چیز در مورد ایجاد آگاهانه رویاهای خود و تجلی آنهاست. حالا اجازه دهید به ایجاد یک خانه دایره کوچک ادامه دهم. اول، من در مورد مکان و قطر و بزرگی که میخواهم این خانه داشته باشد تصمیم میگیرم. دوم، با ذهن و قصدم شروع به تجسم جزئیات طرح کلی ساختاری که میخواهم ایجاد کنم میکنم. اگر من به اندازه کافی آن را مشخص نکنم یا اگر در تجسمم شلخته باشم، ساختار خانه آنطور که من قصد دارم ظاهر نمی شود. به یاد داشته باشید، من از انرژی ذهن و قلبم برای ایجاد آنچه می خواهم استفاده می کنم. ماده‌ای که در ذهنم استفاده می کنم ماده‌ای شبیه کریستال است. در ذهنم شروع به تجسم گذاشتن هر سنگ در ترتیب و مکان مناسب می کنم و با طرح دقیق می خواهم محصول نهایی نمایان شود. در این مرحله هنوز فقط یک طرح کلی است، هنوز پر نشده یا متراکم نشده است. باور کنید من می توانم این کار را خیلی سریع انجام دهم. از آنجایی که ما در یک منطقه بدون زمانی زندگی می کنیم، واقعا مهم نیست چقدر طول می کشد. در زمان شما نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد. سوم، وقتی از ایجاد طرح کلی ساختار کریستالی جدیدم کاملا راضی شدم و احساس کردم که قلبم از خوشحالی این خلقت جدید می ترکد، به مرحله بعدی می روم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که هر سنگ را با شدت بیشتری از نور کریستالی پر کنم. و چگالی بیشتری به آن وارد کنم. همانطور که به تمرکز روی خلقت جدیدم ادامه می دهم، طرح کلی خود را در هر سنگ که پر از نور و عشق است در آن وارد می کنم. وقتی این کار کامل شد، تمرکزم را بر روی متراکم کردن نوری که سنگ ها از آن ایجاد می شوند ادامه می دهم. تا زمانی که به کدری مورد نظر برسد. همینطور از دوستان عزیزم، ساختار کریستالی خانه جدید اکنون تکمیل شده است. با تمام زیبایی که انتخاب می کنید به هر شکلی که می خواهید آماده می شود. وقتی نور و عشق کافی را در آگاهی خود نگه دارید، همه انواع تظاهرات آسان و کاملا طبیعی می شوند. اکنون به تجارت روزانه خود در عشق و قدردانی برای همه چیزهایی که دارید بروید و با زیبایی بسیار آن نوع زندگی را که آرزوی آن را داشتید از نو خلق کنید. همه شما زمانی می توانید این کار را انجام دهید که باور داشته باشید که می توانید. لطفاً به یاد داشته باشید. لطفاً توجه داشته باشید که آنچه در اینجا توضیح می دهیم
در یک ارتعاش بُعد پنجم وجود دارد که نه به اندازه شما فیزیکی است، نه دارای آن چگالی فیزیکی است که شما در بُعد سوم به آن عادت دارید. اگر قرار بود در وضعیت کنونی خود به اینجا بیایید، اکثر شما در ظاهر نمی توانستید چیزی را در سطح جسمانی ما درک کنید. فیزیک بدنی ما برای ما به همان اندازه واقعی است که مال شما برای شما. با این حال، سطحی از فیزیک را نشان می دهد که آنقدر پر از نور است که دیگر ما هیچ گونه محدودیتی را تجربه نمی کنیم. بُعد ما برای وضعیت فعلی آگاهی و بیداری معنوی شما قابل مشاهده یا درک نیست. اجازه ندهید این شما را دل سرد کند. همه شما به آن تکامل دست خواهید یافت. همانطور که قلب‌های خود را گسترده تر می کنید و در سفر خود به سوی اتحاد الهی پیشرفت می کنید، همه چیز به روی آگاهی شما باز خواهد شد. شما الوهیت خود را در تجسم فیزیکی فعلی خود در آغوش خواهید گرفت و بیشتر و بیشتر نمایان خواهید کرد. اکنون به این باور ادامه دهید که حجاب‌ها به زودی برای همه کسانی که مشتاق اتحاد نهایی هستند برداشته می شود و کار معنوی لازم برای رسیدن به آن سطح از تکامل را انجام می دهند. تونل‌های داخل زمین، تونل‌های بین شهرهای زیرزمینی و تونل‌های داخل زمین چگونه نگهداری می شوند؟ تونل‌های بین شهرهای زیرزمینی، زمین میانی و زمین درونی به تعمیر و نگهداری کمی نیاز دارند. آنها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که بدون تعمیر و نگهداری باشند. هر از گاهی زمانی که یک زمین لرزه جدی یا فوران آتشفشان در جایی در سطح سیاره رخ می‌دهد، ممکن است برخی از تونل‌ها کمی آسیب ببینند. با این حال، با فناوری پیشرفته خود ما دور هم جمع می شویم و مشکلات را خیلی سریع برطرف می کنیم. تونل ها به ندرت آسیب می بینند. فناوری پیشرفته‌ای که ما استفاده می کنیم با همه تمدن های داخل زمین مشترک است. سوال: آیا مسئولان آنها به طور مرتب ملاقات می کنند و آنها را چک می کنند؟ بله، ما اغلب جلسات شورا را با مقامات تمدن‌های مختلف در داخل زمین برگزار می‌کنیم. همه ما با یکدیگر بسیار صمیمی و دوست داشتنی هستیم. در میان ما هرگز جنگ قدرت وجود ندارد. عشق بی‌قید و شرط همیشه قانون اصلی است. دلیل اصلی جلسات ما برای ملاقات برای این است که چگونه می‌توانیم بهترین راه‌ها را برای همکاری با یکدیگر به کارآمدترین شکل به نفع همه پیدا کنیم. ما در مورد تجارت با یکدیگر بحث می‌کنیم. ما هیچ سیستم پولی نداریم و مازاد کالا و غذا را بین خود تقسیم می‌کنیم. ما همچنین در مورد راه‌های کمک به افراد سطح برای تکامل شروع‌های معنویشان صحبت می‌کنیم. شامبالا و نقش او. سوال: نقش شامبالا، منشأ آن، حکومت و هدف اصلی آن در امروز و آینده چیست؟ شهر شامبالا دیگر یک شهر فیزیکی نیست. خیلی وقت است که این گونه است. اکنون دارای ارتعاش بُعد پنجم، ششم و هفتم است. هنوز در سطح اتری وجود دارد. این اساساً مقر اسیری برای این سیاره، خانه صنعت کومارا و کسانی است که به او کمک می‌کنند. اگرچه صنعت کومارا اکنون رسماً به زهره یا همان ونوس بازگشته است، اما تمرکز خود را در شامبالا حفظ کرده و همچنان به سیاره ما کمک می‌کند. کوه شستا، خلوتگاه سلطنتی تتون در وایومینگ و شامبالا مکان‌های اصلی هستند که سلسله مراتب معنوی سیاره در آن زندگی می کنند و با هم ملاقات می کنند و جلسات خود را در آن برگزار می کنند. شامبالا و این مکانهای دیگر تمرکز دائمی حکومتهای معنوی بر روی این سیاره دارند.
البته چندین مرکز مهم اسیری دیگر در سرتاسر سیاره وجود دارد. ساکنان داخل زمین. در زمین میانی و درونی بسیاری از تمدن‌های باستانی وجود دارد که سالها پیش از جهان‌ها و کیهان‌های دیگر آمدند. همه آنها در حالت هوشیاری صعودی هستند، اگرچه تعدادی از آنها سطحی از جسمانی بودن را حفظ کردند. آنها بیشتر در آگاهی بُعد پنجم و ششم و بالاتر زندگی می‌کنند. شبکه آگارتا از حدود 120 شهر نوری زیرزمینی تشکیل شده است که عمدتاً توسط هایپربوریایی‌ها ساکن هستند. حداقل 4 شهر توسط لموریایی‌ها و توسط تعداد کمی آتلانتیسی‌ها سکونت دارند. موجوداتی که در شهرهای زیرزمینی نزدیک به ارتعاش سطحی زندگی می‌کنند نیز در حالت صعود هستند، اما سطح خاصی از فیزیکی را حفظ کردند. شامبالای کوچک شهر حاکم شبکه آگارتا بود. ساکنان هایپربوریایی هستند. شهر تلوس اکنون شهر حاکم بر شبکه آگارتا است. شهرهای دیگر شبکه آگارتا. پاسگاه اولیه آتلانتیس واقع در زیر پاسیت، منطقه دشت ماتوگروسو برزیل، جمعیت 1.3 میلیون نفر. پناهگاه فرهنگ اویغور شاخهی شنشه از لموریایی که از 50,000 سال پیش تصمیم گرفتند مستعمره های خود را تشکیل دهند و ورودی توسط یک لاماسرای هیمالیا محافظت می شود. جمعیت 3.4 میلیون نفر. راما، بقایای شهر سطحی راما هند واقع در نزدیکی جیپور. ساکنان به دلیل ویژگی های کلاسیک هندوی خود شناخته شدند. جمعیت 1 میلیون. شینگوا، بقایای مهاجران شمالی اویگورها واقع در مرز مغولستان و چین با یک شهر ثانویه کوچک در کوه لاسن کالیفرنیا. پیامی کوتاه از آداما. چه کیفیتی دارد آن گفتگوی درونی؟ اینکه لحظه به لحظه شما را در درون خودت سرگرم می کند. آیا آن چیزی را که می خواهید به دست آورید منعکس می کند؟ پایان فصل 4 از کتاب اول تلوس.